Chabobo. به به. کارشناسی هم وسوسه کننده. سلام وقتتون بخیر. سلام جانم. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه شب بهاری اومدم خیابون تپه تلویزیون و داریم میریم سمت فلکه گاز. چاره چنچنه و این خیابون خاکشناسی هم تو راهمون هست. با من تا آخر ویدیو همراه باشید. همین اول کار ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و در آخر اگر نظری داشتید کامنت بذارید. بریم برای این قسمت ببینیم چیا برای دیدن هست. خب رسیدیم به فلکه خاکشناسی، از چنچن هم گذشتیم که حالا بهش میگن نارون. بریم تو خاکشناسی. میخواستم اول از اون بر برم که برسم به اون شرکت گاز، ولی گفتم دیگه از این بر بریم.
خاکشناسی هم وسوسه کننده. پر از کافی شاپ و رستوران های لوکسه. یه عمو دارم عاشق خاکشناسیه، میگه خونه فقط خاکشناسی، دیگه بقیه جا دوست ندارم. خونه های خوبی هم داره، قیمتش هم خوب خوبه، یعنی بالاست. و این هم مثل خیابون ارم جز خیابون گرونه شیراز. خوبه آخه اینجا فکر کنم غذاخوری شرکت نفته. کارکنان صنعت نفت Thank you.
مارلین. ست کوش. پیرمردای قدیمی خاکشناسی جلوترم رستوران شاطر عباس هست، یه رستوران تقریبا معروف توی شیراز. بو غذاش اومد، بو کباب و به به. چقدر سوت و کور قبلا خیلی شلوغ بود، نونم یادم خودشون میپختن، ولی بو غذای هم جو داره میاد، یعنی فکر کنم حالا حالت بیرونبری داره بیشتر. لوازم تولد و پارتی و چیا اون برم یه بال کافه هست. چند بار من رفتم دعوت یه گروهی شدم، خیلی گرون بود. ولی میگفتن کیفیتش خوب بود، ولی از نظر من عادی بود. سلام وقتتون بخیر. سلام جانم. املاک 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 دیگه تو خاکشناسی بیشتر شیرازی ها، حالا اونا که میان میخوان آپارتمان خونه بگیرن میان اینجا. این شینه فروشی هم از وقتی که آدم اینجا خیلی قدیمیه. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید، یه گشتی زدیم توی محله های خاکشناسی و چنچنه که حالا نارون بهش میگن الان، و آخر خیابون تپه تلویزیون هم یه گشتی زدیم. ممنون، حتما ویدیوهای دیگر از دست ندید اگر که حال و حوصله شو دارید. فعلا خدا نگهدار.